الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، و این روز جمعه تون هم پر از خیر و برکت باشه، دعاهاتون هم مستجاب. و اما برنامه امروز همون هم مثل هر هفته ارتباطات شما عزیزان از راه واتساپ صداتون رو بفرستید یا پیام بنویسید برای ما، و اما اگر خواستید ارتباط مستقیم با برنامه بگیرید و مستقیم و زنده صدای شما رو بشنویم، با شماره تلفنی که با 2044 زیرنویس شده با اون تماس بگیرید که این تلفن روی میز بنده است و جواب خواهم داد. و اما در از راه واتساپ فقط پیام نوشتاری یا صوتی بفرستید. ممنون میشم از اینکه با ما هستید و برنامه رو متعلق به خودتون میدونید. میرم سراغ سوال های شما که از واتساپ به من رسیده و ببینیم سوال اولین بیننده عزیز. سلام آقای زهراوی، وقت شما بخیر. ببخشید من دستم خورد تماس گرفتم. ببخشید من یه مشکلی دارم که خواستم با شما در میون بذارم تا بلکه به وسیله شما مشکلم رفع بشه. آقای زهرابی، من هرچی تلاش میکنم که به خدا نزدیک بشم، تلاشم بیشتر باعث میشه که من از خدا دور بشم. من 24 ساعت این شبکه های دینی رو گوش میکنم که از خدا و پیغمبر میگن. اینا همین ملاها دارن با شک حرف میزنن از خدا، و منم باعث میشه که شک بیفته توی دلم. و یه ویدیوی رو دیدم که داشت از خدا حرف زد، موضوع برنامهش اثبات وجود خدا بود که حرفاش محکم نبود، یعنی در مورد خدا محکم حرف نمیزد. گفت نمیدونم، بعضی ها فکر میکنن که این جهان هستی همینطوری تصادفی و خود به خود به وجود اومده، و فقط اون گفت که نه همچین چیزی نیست و اینا. خب خیلی محکم در من میگم اگر چرا اینا وقتی دارن در مورد خدا حرف میزنن اما و اگر میارن، شاید میارن، چرا محکم حرف نمیزنن از خدا، از قیامت؟ و این باعث میشه که منم به شک بیفتم و الان خیلی ذهنم درگیره، اصلا نمیدونم که باید چی کار کنم و نمیتونم عبادت کنم چون خدا رو نمیتونم پیدا کنم. یعنی هرچی که تلاش میکنم، هرچی دنبال خدا میگردم، بیشتر اونو گم میکنم که اصلا فکر میکنم نیست. میگم مگر خدا نگفته که اگر بنده من یک قدم بیاد سمت من 10 قدم میام؟ ولی من دارم میگم خدایا، من که دارم این همه تلاش میکنم اومدن سمتت، چرا هی داری از من دور میشی؟ چرا هی داره از من دور میشه؟ پس این حرف خدا چه معنی داره؟ چرا کمک نمیکنه که من بهش نزدیک بشم؟ نمیدونم، اگر شما چیزی به ذهنتون میرسه راهنمایی کنید. خدا ازتون راضی باشه، واقعا اذیتم و از این بابت رنج میبرم. و اینم بگم که من دنبال گناه نیستم که گناهی انجام بدم که باعث بشه خدا ازم دور بشه و من از خدا دور بشم. یعنی تلاشم اینه، سعی و تلاشم اینه که هیچ وقت گناه کبیره ازم سر نزنه، و حتی گناه صغیره ایم که ناخواسته ازم سر میزنه بلافاصله میگم از خدا طلب بخشش میکنم همون لحظه که ناخواسته حتی میشه.
ولی نمیدونم که چی کار کنم که خدا رو پیدا کنم. یعنی نمیدونم، از این موضوع واقعا رنج میبرم که همین ملاها، بیشتر همین ملاها با حرفهاشون باعث میشن که از خدا بیشتر دور بشم. من شبکه های دینی رو زیاد گوش میکنم، نگاه میکنم، میگم بلکه روی ایمانم تاثیر بذاره، ولی روز به روز بدتر میشه و خدا رو گم میکنم که اصلا نمیدونم باید چی کار کنم. سوال این بیننده رو شنیدید که در باره این که شک ایشون بیشتر میشه. ببینید، ما برای اینکه خدا رو بشناسیم، برای اینکه با پروردگار عالم آشنا بشیم و راه نزدیک شدن به خداوند رو طی کنیم، همه این راه ها رو تنها کافی نیست که با دلیل عقل به جای خود به دنبال خدا بگردیم. هم عقل ما رو به خداوند راهنمایی میکند، هم دل ما هست که ما رو به خداوند راهنمایی میکند. هر دوی اینها وجود داره. گاهن امکان داره شما به جای اینکه یه چیزی دلیل عقلی ملموسی میخواهی که به دست شما بده و اون طرف مقابل نتونست این کار رو بکنه و شما رو بیشتر وارد شک کرده، این که خداوند خالق هستی هست درش هیچ شکی وجود نداره و ما با تمام وجودمون اون رو لمس میکنیم. انسان مگه کلاه سر خودش بذاره؟ مگه اینکه بخواد خودش رو فریب بده که وجود خداوند رو انکار کنه و بگه خالق هستی وجود نداره؟ مگه ممکنه این همه چیزهایی که وجود داره و خداوند جهان هستی رو آفریده، این جهان هستی که در جلوی شما هست با این همه نظمی که وجود داره، با این همه ترتیبی که وجود داره و میلیون ها سال این جهان هستی وجود داره و به این نظم و ترتیب داره جلو میره؟ تمام اگر نگاه کنید به کسانی که روی این موضوع یا نوشتن یا تدبر کردن یا فکر کردند، همیشه شناخت انسان برای یک چیزی مبتنی بر این نیست که حتما شما یک دلیل یعنی اون رو آزمایش کنی، بلکه آثاری است که ما رو وهمون میکنه به وجود خالق هستی. اینکه این جهان، ببینید شما در نظمی که در این جهان وجود داره، در وجود خودتون، در وجود اطرافیانتون، ارتباطاتی که وجود، حتی گاهن از حسی که بین انسانها وجود داره، شما در دلتون یک کسی رو به یاد یک کسی میفتی، کسی اون طرف مقابل هم در اون لحظه به یاد تو هست. چه چیزی شما رو به هم دیگر ربط میده؟ شما یه انسانی رو دوست داری، به خوبی ازش یاد میکنی، میبینی اون انسان هم باز به خوبی از شما یاد میکنه، امکان داره در همون لحظه. و گذشته از این، شما خیلی از مسائل رو در اطراف خودتون میبینید که به این دقتی وجود داره. شما خلقت خودتون رو نگاه کنید، بچه ای که تازه به دنیا میاد خداوند غذاش رو هم راش فرستاده، حیوان دیگری که از موجودات زنده دیگری که وجود داره، شما میبینید که بچه ای که از اون به دنیا میاد باز هم میدونه غذایی که باید بخوره کجا هست، کسی دستش رو نمیگیره، کسی اون رو نمیبره به طرف اینکه بیاد حتما شیر مادرش کجا قرار گرفته، اونجا باید بخوره، باید به شیوه خوردنش چگونه باشه. همه اینها رو نمیتونه بدون دلیل، نمیتونه از خودی خود به وجود اومده باشه. قطعا خداوند خالق هستی اون رو آفریده. غیر از اینکه در قرآن کریم آیات بسیار فراوانی ما رو در تفکر به خلق آسمان ها و زمین دعوت میکنه. اولم یتفکروا ما فی السماوات و ما فی الارض، آیا فکر نمیکنین در اون چیزی که در زمین و آسمان هست؟ در آیات دیگری میفرماید ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. شما برید به دنبال مطالعه اینها، به دنبال این نباشید که ابتداعا حتما باید حتما یه جایی بهت بگن بله خدا هست. باید خودت درک کنی، بشناسی و اگه تدبر کنی در خلق آسمان ها و زمین، شما هر چیزی رو که میخوای دربارش مطالعه کن. در مورد آسمان مطالعه میکنی، در مورد زمین مطالعه میکنی، در مورد گیاهان مطالعه میکنی، جانوران مطالعه میکنی، در مورد سنگ ها و بیابون ها مطالعه میکنی، در مورد خودت مطالعه میکنی. و فی انفسکم افلا تبصرون، در ذات خودتون فکر کنید، مگر ممکن هست که این جهان به این نظمی و به این مرتبی و به این همه ترتیبی که خداوند داده است خالقی نداشته باشد؟ قطعا خداوند خالق هستی هست و
کاری به این ندارم اگه آیات رو مطالعه کنید. خداوند است که خالق آسمان، الله خالق کل شی، خداوند از همه چیز رو آفریده است، خداوند است که امور رو تدبیر میکنه، یدبر الامر، خداوند لحظات مدیریت تمام آن چیزی که در این جهان اتفاق میفتد رو خداوند جهان خالق هستی است که این رو تدبیر میکنه، مدیریت میکنه و بر روی برنامه‌ای که خودش خواسته است اون رو قرار داده و در مسیری داره حرکت میکنه. جای بحث در این موضوع اگه بخواید بیشتر به خداوند نزدیک شوید، اولا تفکر کنید در مورد خلقت خداوند، خداوند چگونه آفریده است این جهان هستی رو، چون که خیلی از آثار قدرت و رحمت و علم و وجود خداوند رو در مخلوقاتش میبینید. خدا شما علم کسب میکنید، به وسیله چی کسب میکنید؟ همین که رفتید یک مثلا به یه دانشمندی میگن این دانشمند مثلا میکروب شناسی هست، بهش میگن دانشمند و پروفسور و فلان. میکروب هم یک موجود، یک سلول بسیار بسیار کوچیکی هست که با چشم عادی دیده نمیشه. خداوند در این که یک انسان چیزهای زیادی درباره اون بدونه، مردم بهش میگن عالم و دانشمند. اما اون کسی که این مولکول ها رو خلق کرده و این بشری که رفته یک کمی از درباره اون میدونه، چیزی که درباره اون میدونه، درباره مولکول ها میدونه، شاید یک دهم کل معلومات ما نباشه درباره اون، ولی بهش میگیم دانشمند و پروفسور. پس به خالق هستی چه بگیم؟ به اون کسی که این مولکول ها و این سلول ها و این موجودات رو به این همه دقتی و نظم آفریده است چه بگیم؟ علام الغیوب هست، علیم هست. و در نتیجه برای اینکه خداوند رو بشناسید برید مطالعه بیشتر بکنید. خداوند فرمود انما یخشى الله من عباده العلماء، همانا که در میان بندگان کسانی خشیت و خوف خدا رو دارن، یعنی به خداوند نزدیکترند، کسانی هستن که عالمند. عالم که میگم منظورم این نیست که اگه کسی رفت دو تا کتاب خوند عالم شده. عالم به معنی واقعی اون کسی است که علم داره و میدونه در مورد مسائلی که در جهان هستی، در هر تخصصی خلاصه، حالا در شریعت تخصص داره یا در طبیعت تخصص داره، هر تخصصی که بخونید مقدس و مورد احترام هست و علمی است که ما را به خداوند میرساند. و لذا اون کسانی که عالم واقعی بوده اند میگویند که هر چه قدر خوندم به این نتیجه رسیدم که جاهلم. یعنی اینقدر گسترده و پهناور است علم و اینقدر نامعلوم های ما و جهل ما اینقدر فراوان هست به اون چیزی که داره اتفاق میفته و خلق شده که هر چقدر بدونیم باز هم دریچه دیگری و دروازه دیگری باز میشه که ما واقعا چیزی نمیدونیم. و این ما رو میرسونه به عظمت خالق هستی و خداوند رو بشناسیم. این یک راه که تفکر کنید در مورد مخلوقات. دوما در مورد اسماء و صفات خداوند بیشتر مطالعه کنید، نام های مبارک خداوند رو بخونید، ببینید در قرآن چگونه این نام ها اومده. خداوند رو از راه قرآن کریم بشناسید، نه از راه کسی دیگری. خودتون بشینید قرآن بخونید و نگران این شک هایی هم که در دلت هست به هیچ وجه نگرانش نباش، نگران اینها نباش. حرف زدن شما و تلاش شما دلیل بر ایمان شما هست. و اما اینکه این وسوسه ها در دلتون ایجاد میشه و این شک ها در دلتون ایجاد میشه، شک نکنید، این دلیل بر صراحت ایمان شما و خوبی شماست. به هر حال وسوسه ای که وجود داره خیلی هستن، در زمان پیامبرم بودند کسانی که اومدن گفتند یا رسول الله ما داریم نماز میخونیم ولی در نمازمون چیزهایی میاد در مورد خدا و در مورد قیامت و در مورد همه این چیزها که شرم میکنیم به زبان بیاریم. رسول الله علیه السلام فرمود آیا چنین هست؟ گفتم بله. گفت ذاک صریح الایمان، دلیل بر این تو صراحت ایمان داری. و شیطان میخواد خلاصه تو رو از این وضعیت با وسوسه کردن، با شک انداختن در دلت، تو رو دوچار شک و تردید کنه و بیشتر تو رو اذیت و آزار بده. اون نمیتونه تو رو از راه گمراه کنه، ولی با این وسوسه ها تو رو دوچار نگرانی های فراوان، غم و اندوه های فراوان میکنه. همونطوری که از صدای این خواهر گرامی شنیدید که چقدر نگران این شرایط و وضعیتی درش هستید، دقیقا این همون وسوسه ایست که شیطان ایجاد میکنه. لذا نگران اصلا نباشید و هر وقتی هم وسوسه شدید بی توجه بشید. اما برای اینکه خدا را بیشتر بشناسید تفکر بیشتر بکنید، مطالعه بیشتر بکنید، خدا را در قرآن کریم بشناسید. و
هر کسی که باعث میشه که در دل شما شک و تردید و شبهه ایجاد کنه، اون رو کنار بذارید، بشینید خودتون تدبر کنید و مطالعه کنید. و اما صدای بیننده عزیز دیگری، بیننده ای که رفتن ویدیو فرستادند. هیچی. سلامت باشی حضرت، خدا نگهبان تو باشه. بار خیلی چیز را فهمیدیم. ای شما حضرت جان علم تو استفاده کیسیم، خدا عمری دراز سبتیا و زنده و سربلند باشه در هر جایی که هستی حضرت جان. خب ایشون تشکر کردن از جواب قبلی. خب بیننده عزیزی گفتن سلام علیکم استاد گرامی، خسته نباشید. شوهرم میخواد که من ابروهامو هاشور کنم ولی من نمی کنم، میگم گناه. حالا حرف شوهرم رو گوش کنم یا نه؟ مثلا گناه هست یا نه؟ ببینید، تتو کردن، هاشور کردن، هر چیزی که در این مجموعه قرار میگیرد حرام هست. اما مرتب کردن ابروهاتون، بیرنگ کردن اونها که به شیوهی که مثلا کم رنگ بشه اینا، یا بیرنگ بشه رنگ صورتتون رو بگیره که یعنی کوچکتر نشون بده از اون مقدار که وجود داره، اینا اشکال نداره. چیزی که ممنوع هست در شرع کندن ابرو هست، این که کسی ابروشو برداره، این شرعا حرام. پیامبر اکرم علیه السلام فرمود لعن الله النامصه والمتنمصه، کسی که موی ابروش رو بر میداره، کسی هم براش برداشته میشه. و اما در مورد تتو هم که از جمله خالکوبی به حساب میاد، هم باز در حدیث دیگری پیامبر فرمود لعن الله الواشمات والمستوشمات، زنانی که خال میکوبند و زنانی که براشون کوبیده میشود، و تتو هم از در زمره اونها هست. لذا انجام این کار حرام هست. و اما عرض کردم مرتب کردن، بیرنگ کردن و اینا هیچ اشکال و ایرادی درش نیست. اگر ابروی کسی هم شکاف داشته باشه، ابروش کم باشه، نداشته باشه، میتونه با تتو کردن اون رو پر کنه. میگه الان خب یک آب سرکن هست که یکی داده به یکی دیگه، مال پسرش بوده، پسرش مرده، دیگه وسایلش رو داده به مسجد و فقرا، حالا بهش گفته اینو ببر تحویل مسجد شما کن که چیزی نداره، اونم آورده بعد نبرده تو مسجد، خونه خودش گذاشته. عروسش بهش گفته که اون منظورش این بوده که به فقرا هم بدی، پس اون بده که پدر نداره، یتیمه، اونم به مسجد نداده، داده به بچهش. حالا آیا حرامه؟ حالا اگر کسی که گفته که این رو به مسجد بدید، باید به مسجد بدید. اگر گفته میتونید، اختیار داری، یا به مسجد بده، یا به فقیر بده، یا به هر کی خودت میدونی بده نیازمنده، اون وقت اجازه داری به نیازمند بدی. وگرنه اگر صاحب این، حالا آب سرد کن، اگر صاحبش به شما گفته که این رو به مسجد بده، اون وقت این وقف مسجده، به هیچ وجهی هیچ کسی نمیتونه اون رو برداره، حرام برای دیگران، چون وقف مسجده. باید حتما الوقف علی نیت الواقف، واقفش اون کسی که داده به شما که این رو به مسجد بدید، باید حتما اون، اگه هر چی گفته طبق حرف اونه، اگه صاحبش گفته بده به مسجد، باید بدید به مسجد. اگه گفته به هر کی دوست داری بده، اون وقت دیگه شما اختیار دارید، به هر کسی که میدید مشکلی ایجاد نمیکنه. ولی اینکه خودتون بگید اون منظورش این بوده، منظور اینجوری تشخیص داده نمیشه، باید حتما گفته باشه. اگه به شما گفته بدید به هر کی دوست داری، یا هر فقیری، یا هر مسکینی، یا مسجد و هر چی دوست داری، اون وقت بله این گفته قبوله. ولی اینکه شما بگید منظورش این بوده که گفته به مسجد بده، ولی منظورش این بوده میتونی به فقیرم بدی، شما از کجا منظورش رو خوندی؟ تا زمانی که منظور خودش رو به زبان نگه، شما حق ندارید جای دیگری این رو بذارید، فقط میتونید فقط به مسجد بدید. مگه اینکه واقعا به زبان گفته باشه، به گفتار گفته باشه که میتونی به فقیر هم بدی، در اون صورت جایزه. سلام استاد، خسته نباشید. خوبی؟ بخیر. سلام باشید. خوب؟ سلام، روز جمعه بخیر. جمعه خوش باشید. من نشانه دارم، من رنگ دارم.
صدایشون خیلی ضعیفه و قابل پخش نیست. اگر سوالی، هر کدوم سوالی داشتید، سوالتون رو بفرستید، ولی مقدمه زیاد خوشو بش نفرستید، چون وقت برنامه رو میگیره. همین که سلام میکنید کافیه، سوالتون رو هم با صدای واضح و گویا به ما برسونید. صداتون الان ضعیف بود و سعی کنید که سوالتون رو بار دیگه بفرستید اگر امکانش هست. میگه سلام، خسته نباشید، سوالاتی ذهنم رو فرا گرفته که باید بپرسم. ممنون که پاسخ بودید. میگه این معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس على قدر عقولهم. اگر صحیح است، آیا فقط مربوط به پیامبران بوده و ما هم باید پیروی از پیامبر با هر کس به اندازه عقلش سخن؟ ببینید، این از حکمت است که ما به قدر عقول مردم باشون حرف بزنیم. این از حکمته، از داناییه، از عقل انسانه. انسان عاقل وقتی که داره با مخاطبش حرف میزنه باید جوری حرف بزنه بفهمه، مخصوصا اینکه پیامبران وقتی که دعوتگرن بخوان پیام خدا رو برسونن، اگر به شیوهی به مردم برسونن که اون مردم نفهمند، آیا رسالتشون انجام شده؟ هر پیامی باید، اگر قرار هست شنوندگان بفهمند، این رو باید واضح بگی. و اما اینکه در لفافه حرف زدن و پیچوندن و به شیوه دیگه حرف زدن، معنیش اینه که معنی واقعی و معنی صریح اون رو نمیخواد به دیگران برسونه. وگرنه باید هر کسی به اندازه عقلش باش صحبت بکنی. شما نمیشه با یک انسانی که بسیار عامی و عادی هست برید شما بشینید صغرا و کبراهای منطقی و فلسفه و منطق رو باش بگی. باید به شیوهی براش بیان کنی که میتونه اون رو دریافت کنه. و یکی از ویژگی های مهم دین و عقیده اهل سنت و جماعت اینه که واضح و روشن از شفافه. خداوند خالق همه چی هست، این صفاتش هست، این گونه هست، اون گونه هست و تموش. احکام شرعی این حلال و اون حرام. اما اینکه وارد فلسفه بافی شدن، فقط کسایی میتونن بفهمن که اهل فلسفه و اینا هستن. بله، در دین برای همه، یا در قرآن کریم بگم برای همه انسان ها در هر سطح و مقامی اینقدر هدایت وجود دارد که همه بتونن گمشده خودشون رو پیدا کنند. یعنی اگر فیلسوفی بیاد قرآن رو بخونه ازش بهره مند میشه، اگر یک انسان عادی و عامی هم بخونه باز هم ازش بهره مند میشه. برای همه اونها هم اندیشه و فکر وجود داره، هم اعتقاد و باور وجود داره، هم علم وجود داره و میتونن همه ازش بهره مند بشن. لذا این بحث که ما هم مکلفیم با دیگران به قدر عقلشون حرف بزنیم، ببینید این برمیگرده به عقل انسان. این جزء واجبات شرعی نیست، ولی در جایی که شما میخواید یا کسی از شما سوالی میکنه، یه سوال شرعی رو میپرسه، باید حتما واضح و روشن و شفاف جواب اون حکم شرعی رو بیان کنید و به شیوهی بیان کنی اون شنوندهی که داره سوال از شما میکنه دقیقا بدونه که اون حکم شرعی چی هست. نه اینکه جوری حرف بزنی که اون برداشت دیگه بکنه ازش، بلکه در هر وقتی. لذا پیامبران برشون واجب بوده بیان مسائل در وقت حاجت. یعنی وقتی که یک کسی میومده سوال میکنه، دیگه واجب بوده بر پیامبر که اون رو حتما بیان کنه براش. سوال دیگه ایشون این هست، میگه اگر پدر و مادر یا یکیشون دچار بیماری وسواسی باشند، اگه اطاعت کنیم به همان بیماری مبتلا میشیم و اگه اطاعت نکنیم دچار معصیت میشیم، چیکار باید بکنیم؟ ببینید، اطاعت کردن، خداوند در پیامبر در حدیث فرموده است اطاعت بالمعروف، در همه موارد اطاعت کردن در چیزی است که درسته، در غلط اطاعت کردن وجود نداره. اگه پدر و مادرتون شما رو به یک کار درستی امر میکنن، اطاعت کنید. اما اگه به یک کار غلطی شما رو دستور میدن، نه، اطاعت نکنید. ولی هیچگاه چه اطاعت بکنید یا اطاعت نکنید، پدر و مادرتون رو نرنجانید. حتی اگر دستور دادن به شما، اجبارتونم کردن، اذیتتونم کردن به این که راه کفر و بدینی رو در پیش بگیرید، اطاعت نکنید. ولی باشون بد رفتار نکنید. و صاحبهما فی الدنیا معروف معروفا، خدا دستور داد در دنیا به خوبی با پدر و مادرتون رفتار کنید.
قبلش می فرماد و این جهادا کری تشری کبی ما لیس لک بهی علم، گفت که اگر به تو دستور دادن گفتن شرک ببرز، خدا فرمود فلا تطعهما، اطاعت نکن، و صاحبهما فی الدنیا معروف، اما در دنیا به خوبی باشون رفتار کن. قبل از اینکه اینو بجنیم این صدای بشنویم، بفرمایید. خواهش میکنم، صداشون قطع شد. خب برمیگردیم. صدای سلام و احترام دارم خدمت جناب زهراوی عزیز و گرامی و استاد این جانب. عرضم خدمت شما که سال بنده این هفته در خصوص اینی که آیا قرآن کریم بعد از 150 سال وفات پیغمبر تدوین شده و برگزیده شده و انجام شده این کار و به کتاب صورت گرفته، در این خصوص می‌خواستم که اما در مورد تدوین قرآن کریم، قرآن کریم همزمان با وحی تدوین می شدند و از جمله امور متواتر و معروف و مشهور هست. در زمان خود رسول الله علیه السلام برخی از صحابه معروف بودند به کاتبان وحی، یعنی در زمان پیامبر، پیامبر قرآن رو می خوندن و می نوشتند و کاتب وحی بودند و وحی وقتی نازل می شد بر پیامبر اکرم علیه السلام، پیامبر آیات قرآن کریم رو بر صحابه می خوندند و عده‌ای که مسئول کتابت بودند کاتب وحی بودند رو هم می نوشتند. لذا تدوین قرآن کریم از زمان پیامبر اکرم علیه السلام و در زمان وحی شروع شده است و همون لحظه می نوشتند، غیر از اینکه قرآن رو همه حفظ می کردند و به اضافه اون می نوشتند. و بعد در آخرین سالی هم که پیامبر اکرم علیه السلام در آخرین رمضان عمر مبارکشون با جبرئیل دوبار قرآن را از اول تا آخر مراجعه کردند. قبل از اون هر سال این اتفاق می افتد، ولی اون سال دوبار این مراجعه صورت گرفته و تمام اون آیاتی که وجود داشته همه اونها تثبیت و تایید شده. بعد از پیامبر اکرم علیه السلام در زمان حضرت ابوبکر در همون زمان دستور جمع‌آوری قرآن کریم اومد و تمام اون نوشته هایی که بود همه رو جمع‌آوری کردند و این جمع‌آوری در نزد حضرت ابوبکر بود. بعد از خلافت حضرت ابوبکر نزد حفصه ام المؤمنین بود و بعد از ایشون هم حضرت عثمان اومد نسخه رو از نسخه نوشته قرآن کریم رو از ام المؤمنین حفصه گرفت تا بیاد در اون زمان قرائت های مختلف وجود داشت، تا بیاد همه رو بر یک قرائت قرار بدهد و بر یک لغت قرار بدهد. و اگه کسی برای خودش، صحابه هم داشتن قرآن رو برای خودشون نوشته بودن، بعضیا برای خودشون، ولی با اضافه اینکه قرآن رو نوشته بودن بعضیا تفسیر و ترجمه و یعنی اگه کلماتی درش بوده که معنیش رو از پیامبر گرفته اند و تفسیر اون رو گرفته اون رو هم در کنارش نوشتن، به خاطر اینکه این اختلاط صورت نگیره و مردم قرآن رو فقط خالص قرآن رو داشته باشن، تفسیرهای دیگه، شرح ها و تفاسیر دیگه، احادیثی از پیامبر با قرآن آمیخته نشه. لذا در زمان حضرت عثمان همه جمع‌آوری میشه و بر یک نسخه از همون نسخه ای که در زمان حضرت ابوبکر جمع‌آوری شده بود و با حضور اشراف صحابه که یکی از اونها زید که اشراف داد و مسئول این کار بود در و همون نسخه رو در زمان حضرت عثمان 5 نسخه ازش نوشتند و هر کدوم رو به یه جایی فرستادن به عنوان کتاب ام شناخته شد، یعنی بقیه مردم می اومدن از روی این قرآن ها نسخه هایی برای خودشون دیگه می گرفتن، ولی این 5 نسخه نسخه های ام بودن، اساس بودن و همه جا همین بود دیگه. بعد اون هم از همین قرآن نسخه گرفتند و لذا تدوین قرآن کریم از زمان خود رسول الله علیه السلام شروع شده، ولی خب جمع‌آوری و مرتب کردنش در زمان حضرت ابوبکر بوده و در زمان حضرت عثمان چند نسخه از این گرفتن و هر کدوم از نسخه ها رو فرستادن به یکی از ولایاتی، یکی از
مناطقی که دور دست می، یکی به شام، یکی به یمن، یکی به عراق، هر کدوم یک نسخه از قرآن امی که در زمان حضرت عثمان بود و همون نسخه ای بود که در زمان حضرت ابوبکر جمع آوری شده بود و در نزد حفصه ام المؤمنین بود. سلام علیکم و رحمت الله و برکات استاد محترم. من یک سوال داشتم از شما. من تقریبا زیادتر از 20 سال میشه در آلمان زندگی میکنم. یک دیگه دوستایی ما هستن، افغان ها هستن یا فارسی زبان هایی که امراشون صحبت میکنیم درباره این مسئله اسلام، نماز است باید سر ما فرض است باید بخوانیم یا مسئله روزه است. و یک تعدادی که اینجا هستن زندگی میکنن به حساب گپ میگن به حساب شما که قدر به حساب دیسه اسلامی گپا را تحقیق میکنین، مثلا روزه و یاست در مملکت مسلمانی زندگی کنین، ضرور نیست که مثلا در ای اروپا به حساب بیاین زندگی کنین. ما خواستم یک سوال از پیش شما، نظر شما را در ای باره بگیرم که چی میگن دیگه، چون به حساب زمین خداوند است، آسمان خداوند است، عالم هر جای زندگی کنه باید مسلمانیت خود را حفظ کنه. تشکر از برنامه خوبتان. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. اما اونایی که ادعای آزادی دارن، ادعای نمیدونم همه نوع ادعای بزرگ دارن، به چه حقی دیگران رو منع میکنن از اینکه کجا زندگی کنه و کجا زندگی نکنه، یا چه عقیده و باوری داشته باشه و چه عقیده و باوری نداشته باشه، و خودشون رفتن در اونجا خودشون رو باختن، اونی که داشتن از عقیده و باور و دین و دیانت همه رو از دست دادن، خودشون رو هم رنگ اونا کردن. و زمین هم زمین خداوند است، ارض الله واسعه، هر جایی که این جهان هستی متعلق به خداوند خالق هستی است. و مردمانی که از هر جای دنیا رفتن، حالا اروپا رفتن، شرق رفتن، غرب رفتن، هر جا رفتن، حق دارن اون طوری که دیانتشون هست رو خدا رو عبادت کنن، حق دارند که برای فکر خودشون تبلیغ کنن، کسی هم نیست که اون رو منع بکنه. اگر قرار باشه آزادی یکی از مهمترین مسائلی باشه که انسان‌ها به خاطرش خانه و کاشانه و دیار خودشون رو ترک کردن، در نتیجه همه جا باید بتونن همون باور رو داشته باشند و بتونن آزاد باشند در عقیده و فکرشون. زمین خداست و مردم هر جا که باشن مکلفن که خداوند رو بپرستن، چه در اروپا هستی، چه در آسیا هستی، چه در غربی، چه در شرقی، هر جا که هستی وظیفه داری پرستش خداوند رو به آزادانه انجام بدی. و خداوند ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، فرمود که جن و انس رو برای بندگی آفریدیم، باید حتما بندگی کنید. و بندگی هم تنها نماز و روزه نیست، البته خب بندگی هر کار خوبی که در جهت رشد و تعالی انسان باشه بندگی خدا هست، و هر کاری که خدا بهش راضی باشه و اونو انجام بدی بندگی کردی. و نماز و روزه و زکات و حج و اینا همه جزء ارکان اسلام هستند و انجام دادنشون دلیل بر نشانه بر اسلام بودن و مسلمان بودن فرد است. اگر که کسی یکی از اینها رو انکار کنه یا ترک کنه مسلمان نیست، اگر اونو انکار کنه، ولی اگر از روی کسارت ترک کنه گناه معصیت حساب میشه. بیننده‌ای گفتند ببخشید یک سوال داشتم، هفته گذشته یکی از بینندگان از شما پرسیدند که آیا بهشت و جهنم خلق شده است یا خیر، و من متوجه نشدم، لطف کنید دوباره جواب بدید. در نظر اهل سنت و جماعت بهشت و جهنم آفریده شده اند و مخلوق هستند و وجود دارند، اما کجای جهان هستند جزو غیب هیچ کسی نمیدونه کجا هست. بله بحثی از روایت گفت در آسمان، اما آسمان دقیقا ما نمیتونیم جای مشخصی رو بیان کنیم. در احادیث اومده پیامبر اکرم علیه السلام در معجزه اسراء و معراج به پیامبر بهشت نشون داده شد و وصف کرد که بهشت چگونه هست. باز هم کسانی که فوت میکنن از دنیا میرن، میگه در اون زمان در قبرشون منفذی باز میشود که جایگاهشو در جهنم یا جایگاهشو در بهشت میبینه. و اما در قرآن کریم هم فرموده است اعدت للمتقین، وقتی که در وصف بهشت میفرماید که بهشت چی هست، بعد میفرماید اعدت للمتقین، یعنی آماده شده است برای متقین. نمیفرماید که آماده میشود، میفرماید آماده شده است.
اعداد شده است و در مورد جهنم هم می‌فرماید اعدت للکافرین، برای کافرها آماده شده، مهیا شده. و لذا ظاهر نصوص قرآن و سنت دلیل بر اثبات این داره که موجود هست و مخلوق است. اما اینکه کجا هست و اینا رو جزء علم غیبه. لذا از جمله ایمان به غیب، ایمان به قیامته، ایمان به بهشت و جهنمه، ایمان به ملائکه هست، ایمان به خیلی از مسائل دیگری که بهش میگن غیب. در نتیجه ایمان به غیب رکن مهمی از ارکان ایمان هست. و اما سوال بیننده دیگری گفتند، دوستان اگر میشود جواب بدهید. سلام استاد عبدالرحمن، سلام از افغانستان. یک سوال داشتم. در مذهب هندویزم آمده که کسی که مرد 100 سال بعد با دیگر جسم پس به دنیا میآید. آیا این درست است؟ اگر درست نیست، یک کودک، یک طفل است. در صفحات اینترنتی مشهور شده که گفتم من در زندگی قبلی با تیر کشته شدم و پلیس ها را میگه برده و نشان داده که یک جسد اینجا افتادگی بوده، جسد سابقه. آیا یک امکان داره در اسلام؟ علیکم السلام آقای عبدالرحمن. اما اینکه کسی که میمیره بعد دوباره روحش برمی، نه خیر، چنین حرفی وجود نداره. این دروغ محضه و اصلا چنین چیزی وجود نداره. هر کسی شخصیتش جداست، همونطوری که جسم انسان ها با هم دیگه متفاوته، روحشون هم شخصیت های متفاوتی داره. هر روحی که از انسان، از بدن جدا شد، در عالم برزخ قرار میگیره و هیچ وقت بر نمیگرده دیگه. روح انسان ها نه سرگردانه، نه آواره هست، نه پریشانه، نه بر میگرده، نه خبر داره از قوم و کس و کارش در دنیا، نه از خانوادش، هیچ کدوم از اینها نیست. عالم برزخ عالم منفصلی است از این دنیا. انسان وقتی که فوت کرد کلا منتقل میشه به عالم برزخ و اونجا زندگیش رو ادامه میده. زندگی برزخ بخشی از زندگی قیامت انسان ها هست، به هیچ وجه بر نمیگرده. اما اینکه این کودکی پیدا کردن، این حرف حرف دروغ عزیزم. خودتون رو چرا فریب میدید به اینکه یک فیلمی درست کردن، یه ویدیویی درست کردن، گفته که من. خب این رو یک بیمارم میتونه رو این رو بگه، یه بچه‌ای هم که شما میگید این بچه بیماره، یه کسی بهش تلقین کرده اینها رو، اومده اینها رو گفته و این حرفا رو زدن. درست کردن فیلم و کلیپ امروز خیلی آسونه. مردم میتونن خیلی مسائل رو با فیلم و کلیپ درست کنن و شما فکر کنید حقیقت داره. اینکه شما یک بچه‌ای رو دیدی، این که دلیل نمیشه. انسان باید عقلش رو به خرج بده. خداوند جهان هستی رو به شیوه‌ای خلق کرده است که این جهان بهش میگن جهان شهاده و جهان بعد از مرگ جهان غیب است. عالم الغیب و الشهاده، خداوند عالم غیب و شهاده هست. در نتیجه در مورد روح هم بشر چیز زیادی نمیدونه، اندکی میدونه در مورد روح، چیز زیادی هم دربارش نمیدونه. لذا خداوند در قرآن کریم فرمود و یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، گفت در مورد روح حضرت میپرسند، بگو روح در امر خداوند هست. کسی درباره روح چیز فراوانی نمیدونه، ولی وجودش رو همه حس میکنیم، همه میدونیم هست، همه میدونیم این روحه که خیلی از مسائل ما رو مدیریت میکنه و تأثیر داره روی رفتار ما حتی. لذا بحث روحی بحث جداییه و کسی هم از دنیا فوت کرد به هیچ وجه به این دنیا دیگه بر نمیگرده، راهی نداره برگرده، وسیلهشو نداره. ما وسیله زندگی کردنمون، وسیله ای که روح میتونه به وسیله اون در دنیا وجود داشته باشه، جسمه. روح به وسیله جسم در این دنیا وجود داره، در این دنیا هست. وقتی که این روح از این جسم جدا شد، رفت به برزخ، تموم شده دیگه، نمی بر نمیگرده بیندو. مگه اینکه خداوند موجود دیگری رو می آفرینه، روح جدیدی در اون میدمد. هر کسی هم شخصیت خودشو داره. روح ما مهر شخصیت ما روش است، تمام مواصفات شخصیت ما روش است و همه کرده های ما هست هم راه اون است که میره به برزخ. لذا این گونه نید و این حرفی که زدن حرف بی خودیه که مردم رو به اون مشغول کرده اند و این کفر آمیز است کسی که چنین اعتقادی داشته باشه. بیننده عزیز گفت سلام، ببخشید یک سوال داشتم، اگه جواب بدین ممنون میشم. سوالم اینه که اگه در نماز سنت یک رکعت را خالی خواندم، آیا سجده سهو لازم هست یا خیر؟ اما در نماز سنتیشون که میگه خالی خوندم، منظورش اینه که یک رکعت رو بعد از سوره فاتحه چیزی نخونده، بعد از سوره فاتحه. اگر منظور شما این هست که بعد از سوره، در هر رکعت سوره فاتحه رو میخونی ولی بعد اون سوره دیگری رو نخوندی، نماز درسته.
و نیازی به سجده سهو نیست، نیازی هم نیست که نماز رو تکرار کنی، اعاده کنی، نماز درست است. ولی اگر سوره فاتحه رو نخوندی در سنت، شما نماز خوندی، سوره فاتحه رو نخوندی، نماز باطله. اون رکعتی که درش سوره فاتحه رو نخوندی باید برگردی بخونی اگه سهو اشتباه کردی، ولی اگه عمدن نخوندی نمازت کلا باطله اون رکعت. بعد از اول نیت کنی و نماز تو بخونی. میگه سلام، من از افغانستان هستم، از ولایت هرات. یک سوال داشتم. میفرماید که سوال این هست که آیا طالب در افغانستان بر حق از یا دولت علیه کدام یک جهاد فرض؟ من این سوال رو نمیتونم جواب بدم به شما که این بر حق از این. این موضوع چنان پیچیده هست، چنان هر دوی اینها پیچیده است که جوابی براش وجود نداره و نیاز داره به این که شناخت کاملی در موردشون داشته باشی. من هم این چنین شناختی رو در موردشون ندارم و امروز سیاست ها چنان به هم آمیخته شده که یکی امروز با یه عده دیگری هم پیمان میشه و اون با اونایی که هم پیمان شده صدها بلا رو برای شما خواهند آورد. طالب رفته با ایران هم پیمان شده و دولت هم با آمریکا هم پیمان هست، طالب هم با آمریکا داره میشینه و مذاکره میکنه. تشخیص این که شناخت اینها نیاز داره به کسی که در سیاست علم خوبی داشته باشه و بتونه تبیین خوبی بکنه. من شناخت زیادی در مورد طالبان به اون معنی که ببینم سیاست هاشون چی هست، به دنبال چی هستن، چی میخوان، به کجا میخوان. خودشون میگن میخوان دولت اسلامی تشکیل بدیم، ولی آیا واقعا چنین هست نمیدونم. و این دولتی هم که وجود داره از ناکارآمدیش و ضعفش و از طرف دیگه وجود فساد و فحشا و راندخاری و ظلم و ستم و همه اینها هر چی بگی بسیار فراوان، غیر از سرسپردگیش به آمریکا، اینم بلای دیگری است. حالا به هر حال این رو از یک کسی بپرسید که در این باره تخصص داشته باشه. میگه سوال کرده بیننده، سلام علیکم و رحمت الله. استاد عزیز، در این قرن این آخوندهای رافضی جنایتکار پسترین انسان ها هستند. آدم کشی، دزدی، رشوه گیری، دست کردن به جیب مردم، مردم را گرسنه نگه داشتن، دروغگویی به علیه مؤمنین، اصحاب پیامبر، همه این جنایت ها را که فرعون و هامان نکرده برای بشریت کردند. افترا زدن به کسانی که خداوند آنها را بعد پیامبر مقام و جایگاه و منزلت ویژه داده است. آخوند دشمن الله، آخوند دشمن قرآن، آخوند رافضی دشمن انسانیت. فکر نمی کنم نیاز باشه من زیاد درباره این موضوع صحبت بکنم و متاسفانه اون چیزی که امروز در ایران اتفاق میفته برای همه شما واضح و روشن هست. ظلم و ستم و جنایت و دروغ بستن و انتشار دادن خرافات، این کاری که اینا دارن میکنن و خرافه پرستی رو که در این چند سال با تمام امکاناتی که در اختیار دارن دارن شب و روز انتشار میدن. ولی این خواست خداست که اینها رو این گروه خودشون افتادن به مسیری که دارن ریشه های این مذهب باطل رو دارن میزنن و مردم روز به روز آگاهتر میشن و اینها رو بهتر میشناسن. امیدوارم که شناخت بیشتری در جامعه ایجاد بشه، مردم بهتر اینها رو بشناسند. خب بیننده عزیزی گفتند که من خواب دیدم رفتم مکه و بقیه خوابش رو هم ذکر کرده است. ما در برنامه فقه و زندگی تعبیر خواب یا تعبیر خواب نمی کنیم. تعبیر خواب کردن هم اختصاص جدا هست و همین که به شیوه ای هست که اگر 24 ساعت تعبیر خواب بکنی باز هم مردم خواب می بینن، میخوابه یک لحظه بعدش بلند میشه چند تا خواب رو برات میفرسته. در نتیجه جواب دادن به اینها نه از عهده این برنامه هست و نه در عهده شبکه نور هست. لذا از این بابت از همه بینندگانی که هستن عذر میخوایم، خواب هاتون رو برای ما نفرستید مگر اینکه بخواید فقط بخونیم و الا جواب نخواهیم داد. بیننده عزیز دیگری سوال کردند که
هستین؟ صحت شما خوب است؟ ببخشید که مزاحمتان شدم. من یک جوان افغان هستم که ما در افغانستان زندگی میکنیم، در کشوری که دوتا گروه با هم به اصطلاح درگیرن، هم طالبان هم دولت. به اصطلاح طالبان هم الله اکبر میگه می جنگن، دولت هم الله اکبر میگه، تا با هم یکی دیگری رو میکشن. تا قبلا با اسلام میگفتن که ما با امریکا و با اینا می جنگیم، الان زمانی که امریکا هم که نیست اینا با ما می جنگن. سوال دوم، من از چند تا شیخی در افغانستان سوال کردیم، علمای مسجد اینا، بسیم اگر ما شرکت در صف اردو بکنیم، گفتیم اگر در صف اردو شرکت بکنیم تشریف بیاریم، گفتیم این درست است یا خیر؟ اینا با ما گفتن که کسی اگر در اردو بپیونده مرد، جنازهش درست نیست، به خاطری که اردو زیر دست دولت افغانستان نیست. گفت کسی از او اگر معاشی میگیره و حقوقی میگیره او هم درستی نیست. ما خودمون میبینیم که مثلا امینایی که به ما میگه که مثلا در اردو پیوستن درست نیست و جایز نیست، خودشون از امین دولتی که مثلا نادرست است، از امین دولتی که مثلا میگه سر چتر خود دولت افغانستان نیست، روز دو مرحله ما با چشم خودمون میبینیم خدا بالای سر است که دو مرحله از این دولت حقوق میگیرن، روزی دو مرحله از دولت حقوق میگیرن، یک مرحله هم از مردمی هم حقوق میگیرن. به اصلاح برای ما من میکنم، به نظر شما ما چی کار بکنیم؟ کدام طرف اینو انتخاب بکنیم؟ یا طرف دولت یا طرف طالب؟ کدام شخصی رو مثلا ما به عنوانی انتخاب بکنیم که به اسلام ما بفهمیم؟ اما در مورد، من در سوال قبلی بیننده عزیز هم گفتم که حکم دادن در مورد اینکه کدوم اینها بر حق است مسئله آسانی نیست، با توجه به اینکه این دیگه وارد یک حیطه سیاسی شده، نه اینکه دولت آیا میتونی بگی 100% این دولت یک دولت آمریکایی و داره اهداف غیر مسلمانان رو در افغانستان پیاده میکنه، نه اینکه طالبان هم هنوز آره معلوم نیست که آیا میتونن اونا حکم شریعت و اسلام رو به اون طوری که به مردم عدالت رفتار بکنن، همه مردم برابر باشن، به کسی ظلم نشه، من مردم رو دوچار اذیت و آزار نکنن، به مردم ستم نکنن، جلوی خرافات رو بگیرن، کاری رو نکنن که در ایران منها هم با شعار اسلام اومدن و شعار اسلام رو دادن، نتیجه شد اینه که امروز وجود داره. من نمیتونم دقیقا در مورد این دوتا حکم کنم کدوم حقه، ولی من به شما و به همه ملت افغانستان میگم در سرنوشت خودتون بیطرف نباشید، اجازه ندید، برید مطالعه کنید، بفهمید در موردشون، در مورد بحث و گفتگو کنید، آیا اهدافی که طالبان دنبال میکند آیا اهداف درستی هست، آیا اون اهداف برای ملت افغانستان خیر و برکت و رفاهیت و سعادت و برادری و برابری و آزادی و صلح رو میاره، یا اینکه این وضعیت به مشکل اساسی اینه که این دولت تا به امروز الان چندین ساله که طالبان نیستن نتونستن هیچ کاری بکنن و ضعف بسیار زیادی داشتن، نتونستن اون چیزی که ملت افغانستان به دنبالش هست رو بهش برسن. ببینید شما اهداف طالبان چی هست؟ از اینکه با ایران داره مذاکره میکنه، با آمریکا داره مذاکره میکنه، خوب مطالعه کنید. اگر دیدید که واقعا اهدافی که دارن به اضافه اینکه برنامه‌هایی که دارن برای آینده افغانستان، این شعار رو ول کنید که میگه من حکومت اسلامی تشکیل میدم، این شعاره، اما عملا چی رو تشکیل میدی، کجاست نوشته شده، وجود داره، اینا رو برید بررسی کنید، مطالعه کنید و در سرنوشت خودتون مؤثر باشید. من نمیگم با کی باشید با کی نباشید، چون واقعا نمیدونم،
ولی این رو میدونم اینا شعارشون شعار میدن میگه ما حکومت اسلامی میاریم، اونا هم دارن کاری که چندین سال دارن میکنن هنوز دارن ادامه میدن و هیچ نمیدونم دستاورد آنچنانی از عدالت، از برادری، از برابری، از صلح، از امنیت، از کرامت انسانی برای ملت افغانستان تونستن درصد معینی رو محقق سازند یا نتونستند. اینها رو باید شماها و صاحب نظران افغانی باید در این باره صحبت بکنند، چه از علمای دین چه از سیاستمدارانی که مورد اعتماد هستند و راه و روششون درسته و نه اینکه اونا خود نیز آلت دستی وسیله به در دست بیگانگان باشند. فرقی نمی کند چه بیگانه شرقی و غربی و جنوبی و شمالی شما باشند، چه بیگانه ای که از دورها اومده. اونایی که وابسته هستن قطعا نمیتونن برای شما خیر رو به ارمغان بیارن، ولی اونایی که برنامه خوبی دارند و آزادی دارند و مستقل هستند، روی پای خودشون هستند، حتما میتونن اگه اهداف خوبی رو دنبال میکنن میتونن به همت خودشون به کمک شما و به توفیق الهی به جایی برسن. اینا وظیفه خود شما هست، بنده نمیتونم در این باره حکم صادر کنم. به انتهای برنامه رسیدیم. در اتاق فرمان به من میگن که وقت برنامه پایان یافته. تا برنامه دیگر، فرصت دیگر، همه عزیزان رو خدا بزرگ میسپارم. و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.